بنام خدا خدمت تمام دوستان سلام عرض می کنم. امیدوارم که حال همه دوستان خوب باشد. فرید بلوچ هستم از شهرستان سراوان. بنا به درخواست عزیزان که گفتند شما کارایی که کردید به زبان فارسی توضیح بدید، این همون قیچکیه که من سیما شوستم به زبان بلوچی توضیح دادم. دوستان محترم، اولین چیز زمانی که سیما رو میبندید این پیچه، این پیچتون نباید زیاد کلوفت باشه. اگر کلوفت باشه زمانی که میبندید ساز ترک برمیداره، فشار میاره رو ساز، پس باید راحت بسته بشه. بعد سیم که میبندید ابتدای سیم که اینجایه تا انتهاش اینجا یک وجب نباید بیشتر باشه از ابتدای ساز، یعنی جایی که تاج سازه، یعنی یک وجب سیم شما از اینجا نباید بالاتر باشه. بعد سیم غلاب میکنید، سیم که غلاب کردید داخل پیچ میکنید به حالت اهرم در میارید. بعد اولین سیمی که میبندید اینه، این پیچ که ما بهش میگیم تیپ. خب اینه که میبندید سیم رد میکنید داخل، بعد مرتبه داخل همین پیچ یک سوراخی هست، از سوراخ رد میکنید داخل سوراخ اهرم میکنید، میکشید که دوباره باز نشه، بعد یواش رد میکنید این طرف سوراخی داره اینجا، اینجا رد میکنید، بعد با یک سیمی چیزی سیم نگه میدارید و پیچو به طرف بالا میپیچید. بعد سیم دوم ما زبانه، زبان ما از بالا رد میشه، از زیر رد نمیشه، از بالا رد میشه، این زبانه. بعد پیچه کوچکمون هم، اولین پیچ کوچک ما از زیر رد میشه اینه، دومین پیچمون اینه از بالا رد میشه، سومین اینه، اینم از بالا رد میشه. بعد چهارمین پیچ کوچکمون اینه، اینه از زیر رد میشه، پنجمیمون اینه از بالا رد میشه، ششمیم از بالا رد میشه، اینم بام یا بام. بعد یک پیچ اینجا داریم اینه، این پیچ که اینجا داریم اینم دوستان توجه بکنن، بعضی از دوستانی که قیچک میخرن این پینه نداره اینجا، اگر این پینه نداشته باشه این سیم کوک نمیشه. خب و زمانی که ما قیچک و سیما شبستیم هر قیچکی یک دونه خرک میکنن، خرکا فرق میکنن، یک قیچک خرک بزرگ میخوره، یک قیچک خرک کوچکتر میخوره. و تنظیم خرک زمانی که شما سیما رو بستید، سیما شله، خرک و زیر سیما رد بکنید، بعد که رد کردید سیما رو یواش یواش داخل این شیاره بکنید با یک چاقوی، و زمانی که هر سیمی رو گذاشتید اینجوری بزنید، اگر گنگ جواب نداد سر جای خودشه، اگر گنگ جواب داد احتمالا سر جای خودش نیست. خب حالا ما اینجا دو تا قیچک داریم. خب نگاه کن نمونه همان. خب این قیچک هم همینجور سیماش بسته، هنوز کوک نیست، ولی وقتی که سیم ما میزنیم متوجه میشیم که این قیچک خرک جواب میده. خب بعد تنظیم خرک، تنظیم خرک قبلا هم گفتیم، قبلا هم گفتیم وقتی که ما قیچک به این حالت میگیریم باید این ته ابتدای نوک خرک باید اینجا باشه، ته خرک باید اینجا باشه بین این دو تا پین بی حالا. بعد خب این توضیح بود در مورد سیم بستن. خب حالا این قیچک سیماش بسته، اولین کوکشه، ما کوک کردم، خب سیم پیچه کوچه، یک دو سه چار،
خب پس این مشخص میشه که این قچک خرک روش افتاده جواب میده و برای مثلا اولین کوکشه ظرف مثلا یک ساعت دو ساعت که من این کوک کردم کوک خودش گرفت، یعنی حالت اولیه کوک خودش گرفت و تا مثلا نواخته بشه و کوک بشه بهتر جواب میده. این از این. بعد بستن آرش یا کمانچه موها رو قبل از این که ببندیم داخل آب خیس میکنیم. بعد از اینکه داخل آب خیس کردیم یک یک دونه اینا رو جدا میکنیم، میزان میکنیم. بعد از اینکه میزان کردیم سر موها رو چسب میزنیم، بعد از این سوراخ رد میکنیم. بعد یک گره میزنیم به این حالت، گره که زدیم بعد موها رو میکشیم با شانه اینا رو شانه میکنیم. اگر گره داخلشون باشه زایاتی باشه با شانه در میاد، آرش اینجور درست میشه به این حالت. یک دست رو الان این دوتا آرشه که من درست کردم مال دوتا سازه، بعد همه یعنی مثل هم باشه. الان دوتا آرش کنار هم قرار بدیم، هیچ فرقی با هم ندارن از نظر بستن، هیچ فرقی ندارن. اون یکی یک ذره بزرگتره، یک ذره کوچکتره. پس مهمترینش بعد اینجا هم این دستگیره که ما مال آرش هست، اینو ما نباید زیاد اینجا ببریم نه این طرف بیاریم. از جایی که این کله مثل ماره از اینجا تا اینجا اندازه یک بند انگوش، اینجا دیگه داخله دستمون بهتر میاد. بعد فاصله آرش دو انگوش نباید بیشتر باشه، اگر شلتر باشه خوب جواب نمیده. این توضیح بود که دوستان خواسته بودن که به زبان فارسی من توضیح بدم. انشالله یک ساعت دیگه دارم، اونو انشالله پوستش که بستم، سیما رو که بستم مجدد یک کلیپ میگیرم. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.